امسال سالم خوب آمد، برف باران زیاد شد، چکدم‌ها هم 80% از آب پر شد. در مردل و ملتون و تازه را پر دهی چه افغانستان لطیر و دیر شو کنون راهی سه داغ دول وچکاله نظر تجربه کردی. وزارت دفاع با همراه همه وسایط و تیاره و چرخبال هایشان در خدمت تان است. وزارت داخله با همه امکاناتش در خدمت تان است. والی های ولایت ها در خدمت تان است. و ده ها میلیون در اولین قدم در اونجا فیزیکی در اختیار ما مردم 50 میلیون قرار دادن که برین کار بکنین. تا 1000 میلیون تا هر چقدر به کار باشه ما در خدمت هستیم. میوه‌جات ما و شما از این نهالشانی شروع می شود که نهال های مسمر و تحقیق شده را در خدمت ملت افغان ما قرار بدهید. الحمدلله امروز برنامه ملی نهالشانی است از طرف وزارت زراعت منابع طبیعی. امروز دقیقا نهال شروع میشه انشاءالله برای سال 14-103. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیزم. با آرزوی صحتمندی و سلامتی یک و یک شما ایزان دارم. یک کهکشان سپاس هموطنان عزیزم که برای دن ما را انتخاب میکنین. ما هم همواره تلاش میکنیم تا بهترین های افغانستان را تقدیم شما ایزان بسازیم. این بار ما سمیر مشروع باز هم با یک گزارش متفاوت در خدمت شما ایزان قرار گرفتیم. این بار گزارش متفاوت‌تر، گزارش آبادی، مقبول سازی، زیبا سازی وطن است. در بادامباغ کابل هستم. قرار است امروز پروسه نهالشانی 14-3 برگزار شود. من هم آمدیم با جمع از همکاران عزیزم. قرار است اینمی موقعیت این من قرار دارم تا لحظات بعد اولا یک کنفرانس مطبوعاتی دایر میشه در رابطه با پروسه نهالشانی. امسال معلومات کامل و مختصر و جامعی را مسئولین ارائه میکنند. برشم اینمی محبتی را که شما مشاهده میکنین قرار از داری محبته 3500 نهال خرج شود. از شما ایزان هم دعوت میکنم تا آخری گزارش با ما همراه باشین. صحبت های مسئولین هم میشنویم، با هموطنان عزیز ما با مسئولین هم صحبت هایی میداشته باشیم. اگر میخواین همین گونه ویدیوهای نوآوری ما به دسترس شما اسم قرار بگیره، کافی است که کانال ما را لایک و سابسکرایب بکنید. بریم بخیر. دویم قدم کې خوشاله یو چې د خپل ټولو حاضرینو د اسلامي امارت د قبیلې محترم واړو مجاهدینو وروړو عامو ځوانانو د رسنیو سره او د مجلس د ټولو حاضرینو سره په دې مجلس کې ګډون لرو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه مننه کوم چې نن یې په افغانستان کې د نیالګیو کینولو د ملي کمپاین په اړه دا مراسم چمتو کړي او تاسو ټولو حاضرینو ته ښه اغلاس وایم. په اوسني وخت کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له اغیزو څخه په شدت متضرر او وچکالۍ ځپلی دی، د نیالګیو کینول او پالل خورا مهم مسؤلیت او اړین اقدام دی چې کیږي. د مرګلو ملتونو تازه راپور دی چې افغانستان له 13 کلونو راهیسې دغه ډول وچکالۍ نه ده تجربه کړي. په دغسې وضعیت کې د نیالګیو کینول تر ټولو غوره لاره ده. د نیالګیو کینول هم له اسلامي اړخه او هم له انساني اړخه خورا مهم دی. د یو شنې ونې کینول او ساتل باید د هر هیوادوال دنده وي. د کرنې وزارت دا ابتکار خورا مهم دی
خو د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو ساتل او پالل مهم ترين دي. کوم نیالګی چې سږ کال کینول کیږي باید کوشش وشي چې دغه چاغه نیالګی سمری ته ورسیږي، وخت په وخت باندې ساتنه وشي او زرغون شي. نن ورځ ډېر هیوادونه د اقلیمي بدلون له اغېزو کړیږي. افغانستان بیا تر هر چا ډېر زیانمن او متضرر دی. د نړۍ سترو او صنعتي هیوادونو ته په هیڅ صورت د افغانستان په څیر کوچني او متضررو هیوادونه مهم نه دي. هغوی لګیا دي خپل کار کوي، خو نورو ملتونو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او اشغالونو له امله تودوخه او د هوا ککړتیا نوره هم زیاته کړې ده. د لرګیو قاچاق کوونکو زموږ ځنګلونه او شنې سیمې را خرابې کړې دي. همدارنګه د افغانستان له اوبیزو سرچینو خصوصا له زیرزمینی اوبو سره ناوړه چلند شوی. هر چا په هر ځای کې په خپله خوښه ژورې څاګانې کندلي او پرته له دې چې د اوبو زیانونو ته وګوري اوبو مصرف کوي. متاسفانه چې افغانستان تر اوسه هم د اوبو رسولو او کانالیزم په یو منظم سیستم نه لري. د کابل ښار په شمول اکثر ولایتونو او ښارونو کې د اوبو رسولو سیستم نشته دی. ما در همه سه سال یعنی 82 میلیون از طریق وزارت زراعت توسط سکتور خصوصی اتحادیه‌ها به مردم تقدیم شده. از این نیال مسمر گرفته تا به نیال‌های غیر مسمر رو در بخش حفاظت جنگلات و در ارتباط جنگلات است. و سیمش در بخش سبزیجات است که ما و شما روزمره که ضرورت به سبزیجات داریم در ارتباط با این ما صدها تن توسط اونا پیشتر که ریاست تحقیقات ما بیان داشتن توسط ریاست های مربوطه ما به مردم توضیح ها صورت گرفته، تخم های اصلاح شده. دوم در بخش مالداری ما و شما هم شکل سنتی و سابقه هستن. ما دو سال می شود که در این بخش کار میکنیم. البته وقت تانه میگیریم، موضوعات مهم است چون که افغانستان یک ملک زراعتی مالداری هست. ما و شما ضرورت به این داریم که تا که ما تذکر بدهیم و شما متوجه شوید. در بخش مالداری ما و شما هم این شکل سنتی و سابقه هست. ما تصمیمای در این بخش داریم. اول تصمیم اصلاح تغییر تبدیل نسل سنتی موجوده هست. ما نسلی را به مالدارای خود تقدیم بکنیم که به زحماتش به تکلیفش بیارزه. گوشت خوب و شیر خوب برایش بده تا که سالانه یک تا دو تا اونمو گوساله و گلگیشه که میپروشن در خانه یک چیز آیر آورده بتانن. یک گو شیردهی را که در خانه نگاه میکند از قبال ای عایداتی مفادی اقتصادی داشته باشد. اول اصلاح و تغییر تبدیل نسل موجوده سنتی به عصری. دوم استفاده از مواد لبنیات و لحمیاتش تا که ما لبنیات ما هر چقدر افغانستان زیاد داریم این را به یک طریقه صحیح جمع‌آوری بکنیم و توسط لبنیات های مرکزی و کارخانه‌ای به مردم به شکل پروسس تقدیم بکنیم و گوشت های پزیکی که در کوچه و پس کوچه ذبح می شود و تقسیم می شود پر از جراثیم و امراض آفات است. جامعه مرام امراض آفات و مختلف و قسم خصوصا کشنده سرطانی که گرفته از اینا جلوگیری شود، گوشت صحی برایشان تقدیم بکنیم برای جامعه. سیم در ارتباط نگهداری تبدیل کردن از این مالداری صحرایی و چراندن به پارم ها و همچنان صحت حیوانی این سه بخش. دوم در بخش سیم در بخش آبیاری ما کار میکنیم. اساس این چیزها همش مالداری هست. الله سبحانه و تعالی میگن که و انزلنا من السماء ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا
و جنات الفافا. اینجا هر سیش بیان کردن. اینجا دانجات، سبزیجات، علوپات، درخت ها، جنات الفاف همه ایش الله پاک گفتن. برای این ما منابع ذخیره های آبی ضرورت داریم. در ملک ما که 40 سال 45 سال جنگ بوده، در ارتباط مدیریت آب ما هیچ چیزی نداشتیم. 2 سال می شود که ما در ارتباط مدیریت آب کار میکنیم. امسال الحمدلله با توجه بزرگان امارت اسلامی صدها چیکدم ها جور شدن. با فضل مرحمت الهی امسال سالم خوب آمد، برف باران زیاد شد، چیکدم ها هم 80% از آب پر شد. ای الحمدلله یک کاسه های ذخیره هستند که ما مکلفیت داریم باران موسومی را از باران موسومی آسمانی جمع‌آوری کرده در کاسه ها و ذخیره ها و چکتم ها تا به زیر هر نهالی که چک چک می چکد تا به سیستم قطره ای از امو آب پراوان جمع‌آوری کرده تا به یک سیستمی به یک طریقی به یک حد ضرورتی به هر نهال برسد که ضایع نشود. ما سر این بخش کار میکنیم و کار کرده رایستیم. الحمدلله امسال صدها چکدم ها جور شدن. البته خلاصه میکنم، هر کدامشون تفصیلات زیاد دارن. چهارم در بخش منابع طبیعی. منابع طبیعی ما شما هسته که این رول اساسی در بخش حیات ما شما دارن. همچنانی که در ملک ما جنگ بوده 40 سال 45 سال داشتگی جنگلات ما هم ختم شده، قطع شده. ما در ارتباط جنگلات سه نقطه مهم داریم. سه نقطه مهم، البته در بخش آبیاری یک نقطه مهم از پیش ما ماندن که ما و شما سه منابع آبی داریم. یک منابع آبی از آسمان می آیند، یک منابع آبی در کلان دریاها که داریم، دوم منابع آبی زیر زمینی داریم. ما هم آبهای منابع آبی آسمانی را هر چقدر مدیره کرده میتانیم این پایده ما هست. دوم از آبهای دریا هم چه اندازه استفاده کرده میتانیم این پایده ما هست. سیم آبی که او را هر چقدر ذخیره کردن ضرورت است، فرض است، مسئولیت است بر بالای ما و شما که او را دمونجا ذخیره بکنیم. باید از او نگیریم. او آبهای زیر زمینی هستند. متاسفانه در ملک ما که مدیریت آب در بخش آبهای آسمانی و دریایی نبوده، همه توجه زیر زمین است. هر جا کوبه ها را زده رایست و کشیده رایست، زده رایست و کشیده رایست. سابق آب بودن 10 متری، رسیدن 20 متر، 30 متر، 40 متر، حتی آل مثل ولایت پارا، ولسوالی بکوا تا 250 و 300 متر رسیده، اصلا آب نیست. مردم مجبور است که فرار میکنه. چرا؟ باید از او نمیگرفتیم. او را سرش ابزون میکردیم، اضافه میکردیم، خود نمیگرفتیم. ما بنابر به مجبوریت گرفتیم و امروز در قهقرا قرار داریم. وظیفه کاری و چند وظیفه برای ما سپرده شد. ای شب و روزا مسلکی های ما 50 نفر صبح 6 تا نماز دیگر کار میکنه. در ارتباط اصلاح اراضی افغانستان یک میکانزه، یک طرز عمل خوبی را از دیدگاه مسلکی در اختیار ما قرار بده تا که این کار را شروع بکنیم و تمام افغانستان را از یک سر شروع میکنیم، سروی و تشخصات و تصفیهش، تا که همه زمین های دولتی و شخصی را از هم جدا کرده و برای زمین ها همچنان یک سند اسناد موثق را در اختیارشان قرار میدیم که تا که در قبال زمین شخصیشان در آینده با مشکلات گرفتار نشوند.
مولوی راز محمد نیازی هستم از ولایت بدخشان، آمر احیای تنظیم لفترها در وزارت زراعت منابع طبیعی. خیلی خوشحال شدیم از معرفت با خود. در رابطه با برنامه امروزی هم یک مقدار کوتاه بر ما معلومات بدین. الحمدلله امروز برنامه ملی نیالشانی است از طرف وزارت زراعت منابع طبیعی. امروز در قرص نیال شروع میشه انشالله برای سال 1403 ادامه شروع امروز شروع افتتاح میشه. به خاطر از اینکه تا اینکه نیال را بشانیم دیگه همه هموطنان ما خواهش من میسته که باید در هر گوشه کشور که هستن به خاطر سلامتی و به خاطر زیبایی سرسبزی و به خاطر رشد اقتصادی ملی ما انشالله که امیدواریم که این وقتی مراسم بسیار خوب است انشالله که نیال در اولی خود، در اولی خود، در شهر دیار خود، در زمین های خود، در همه جایی که می توانند غرض کنند که رسولان فرمودند رسولان فرمودند که حتی این کسی که یک نیال میشینه در زمین غرض میکنه این صدقه جاریه است. امیدوارم بخاطر اکسیژن، بخاطر سلامتی ملت و مردم ما، بخاطر آلودگی هوا از بین بره انشالله خواهش ما از ملت عزیزمون همی است از مردم. چی تعداد نهال امروز غرض میشه؟ تعدادش مشخص شده؟ دیگه امروز افتتاح است. مشخص است. من در کل انشالله در تمام کشور تا راتر انشالله امروز افتتاح میشه و ادامه داره انشالله نیاشم. سلامت باشه. یک دنیا ممنون شما. قربونتون. عزیزای دلم گزارش محمد آمد داره آشتای بزرگوار هم کنار ما است کتا هم روشان صحبت هایم می داشته باشم. سلام وقتان بخیر باشید. علیکه سلام زنده باشین صبح شما بخیر. سلامت باشین. کتا خود اگر معرفی بکنین آشتای. سید امین‌الله فخری است و مامور تنظیم جنگلات طبیعی در ریاست عمومی منابع طبیعی. خیلی خوشحال شدیم از معرفت با خود. آشتای تعداد نهالایی که امروز شانده میشه معلوم است؟ ارقام درسته که شانده میشه البته زیاد است او. منتها امروز در نظر است که 300 تا 500 نهال ما بشانیم. البته گنجایش غرس نهال امروز همه قدر است چرا ما نمیتونیم نهال را کلش به عجله بشانیم. غرس نهال یک شیوه مخصوص از خود به کار داره، دقت به کار داره. منتها امروز شاید در حدود 300 تا 500 پلان است که ما بشانیم نهال. همه سال نهال شونی میشتوشه ولی آخر سال تمام نهال ها خشک میشدن. مشکل به مشکل آب مواجه میشدن، کم بود آب. چقدر مشکل کم آبی امسال حل شده؟ بله دقیقا تلفات نه در افغانستان که در هر دنیا است در بخش سرسبزی هیچ دنیایی نیست که بتوانند 100 نهال غرس کنند و 100 نهال نتیجه بگیرند. حتما تلفات دارند. منتها نظر به شیوه یا بیاری امکانات موجود فضل خدا امسال وزارت زراعت موضوع را در نظر گرفتن نظر به سالهای قبل. البته سالهای قبل هم مشکلات ما خب مشکلات آب یک از مشکلات اساسی در افغانستان است. شما میفهمید که تغییرات اقلیمی است، خشکسالی است، منابع آب خصوصا چاها رو به کاهش است و یک مسئله بزرگ برای وزارت زراعت افغانستان است. چقدر بارش و برف اخیر نتیجه بخش است، مثبت بخش است به این حالا؟ بله باران اخیر الحمدلله نسبت به سال گذشته ما باران ها و برف های بسیار خوبی داشتیم در مدت کوتاه، در از چند مدت کوتاه بود ولی بارندگی خوب داشتیم. این یک نوید است، یک امید است برای بهتر شدن یا افزایش آبهای زیرزمینی و آبهای جاری انشاءالله. و همچنان یک امید برای ما است که خودش برای سرسبزی ما مفید است. امی که ساحه در ساحه رطوبت داشت، امی که ساحه آب داشت، امی که خاک مرطوب بود، خودش برای حفاظت و مراقبت نیالها یک عامل بسیار خوب است. سلامت باشین. داخل اگر کدام پیام حرف گفتنی باشه که امروی ما در خدمتتون هست. تشکر، زنده باشین. جنگل ها سرسبزی یک نعمت الهی است. زندگی همه ما شما از لحاظ اقتصادی اجتماعی فرهنگی وابسته به سرسبزی است و سرسبزی یگانه عامل است که خاک و آب که دو پدیده حیاتی ارزشمند است حفاظت میکنه. شما ببینید که همه نیازهای انسان از کجا پوره میشه؟ از خاک پوره میشه و آب همچنان. و این دو عنصر حیاتی یگانه چیزی که حفاظت میکنه جنگلات و سرسبزی است. بنابراین ما همه مسئولیت داریم، چه ادارات دولتی، مؤسسات، سکتورها، افراد و نهادهای غیر دولتی، همه دست با هم دست هم داده در غرس و حفاظتش. قبلی که دوستا اشاره کردن حفاظتش البته خیلی قدم بزرگ و اهمیت زیادتر داره نسبت به غرسش. بنابراین همه ما همه ما تانان ما در قسمت مسئولیت مکلفیت دارن.
سلامت باشین. خوش کنیم که مسئولیت باجه هستن باجه ها کنیم تا بتونیم نسل های بعدی از ما عطل یقل یک چیز داشته باشن. تشکر از شما. سلامت باشین. یک دنیا ممنون شما. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامی امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت له طرفه څخه دغه کمپاین د نیالشانۍ چې په ټولو ولایتونو کې یعنی په ګرمو ولایتونو کې وار له مخکې لا شروع سوی و، د دلوي د 15مې څخه د حد تر 15مې پورې و، او د مرکز او د هغه ولایتونو چې هغه سرڅیره یا ساړه ولایتونه دي د هغو دپاره نن رسما د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزارت د سیاسي مرستیال او د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ډیرو غړو او د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د رهبرۍ او رئیسانو او د اړوندو اشخاصو په شتون کې دلته د کابل په زړه بادام باغ سیمه کې رسمن پیل شو، چې دا به د حمل تر 15مې پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا کمپاین جاری وي او دا به روان وي. په دا کمپاین کې خو دلته نیالګي چې ښوول کېږي د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د طرفه څخه هم نیالګي ښوول کېږي، د محیط زیست د محترمې ادارې د طرفه څخه هم ښوول کېږي، او د کابل د ښاروالۍ د طرفه څخه هم نیالګي ښوول کېږي چې دا یو اجتماعي کمپاین شروع سو. په مجموع کې تقریبا دلته تر اوسه پورې چې کوم ارقام زموږ سره موجود دي تر 40 میلیونه پورې به نیالګي ښوول کېږي د مرکز او د ولایاتو په شمول باندې. البته هغه ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه و یا بعضې سرسیر ولایتونه چې ارقام را رسېدل دي، هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې لا واورې پکښې پرتې دي یا د واورو ورښتنو پکښې کې دي د هغو ارقام به بعد کې راځي، تر دې هم د نیالګیو د کینولو ارقام شاید زیات شي. هموطنان عزیزم، این بود گزارش امروزی ما که تقدیم شما ایزان شد. امیدوار هستم گزارش ما را تا آخر دنبال کرده باشین و مورد پسند شما ایزان هم قرار گرفته باشه. در بادام باغ کابل بودم، پروسه نهالشانی بود، خوشبختانه قرار است در سال 1403 تنها در ولایت زیبای کابل 2 میلیون نهال غرس شد که چقدر بس زیبایی و سرسبزی کابل می افزه به نهایت زیاد است. ناگزیر هستم هموطنان عزیزم که از حضور شما هم خداحافظی میکنم، چون وقت برنامه ما هم به اتمام رسیده. اگر میخواین همین گونه ویدیوهای نابالی ما به دسترس شما قرار بگیره، کافی است که کانال ما را لایک و سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، بدرود.